امروز دنیای اسلام با توطئه‌های دشمنان مواجهه. مهمترین دستاویز دشمن امروز برای مقابله با بیداری اسلامی ایجاد اختلاف. مسلمان را در مقابل مسلمان در رفتن مثل ما کانو به تنظیم مسلمان را به دست مسلمان از بین بردن، اینها را به هم مشغول کردن. چه چیزی بهتر از این برای دشمنان استقلال اسلامی که مسلمان ها را به هم مشغول کنند؟ علاج این بیماری احساس اتحاد بین مسلمینه. ملت های مسلمان باید به هم متحد بشوند تا بتوانند در مقابل دشمن بایستند. فقط این امروز راه. با انواع حیل دارن تلاش میکنن ایجاد اختلاف کنن. میبینید شما مسلمان ها سرشون به اختلاف با یکدیگر وقتی مشغول شد، مسئله فلسطین در حاشیه قرار میگیرد. ایستادگی در مقابل زیاده خواهی آمریکا و غرب در حاشیه قرار میگیرد. اونها امکان پیدا میکنن که نقشه های خودشون رو عمل کنن. به طور قطع و یقین میگویم هر حرکت اختلافی به هر شکلی در میان ملت‌های مسلمان یا در درون یک کشور میان افراد اون کشور، این بازی کردن در زمینی است که دشمن اون زمین رو تعیین کرده است. باید جلوشو گرفت. این هم نمی‌شود جز با ابتکار عمل و مجاهدت و اخلاص نخبگان در هر کشوری، علما، دانشگاهیان، سیاستمداران، کسانی که دارای نفوذ و تأثیر هستند، برای مردم تشریح کنند نقشه دشمن را